بچه هیئتی ها، نکنه دشمن بخواد بین من و شما تفرقه بندازه ها. ما رو با ناسبی ها و وهابی ها برادر کردن، امروز دارن یه برنامه‌ای میچینن که من و شما رو از هم فاصله بندازن. مجلس ها رو بدتون نیاد هیئتی ها، 1400 سال با خون دل تو خفقان گرفتن دادن دست من و تو. امروز ماها بعضی از جلساتو کردیم پارتی، شده مجلس دانس. میگم چون مسئولم، هیچ کدومتونم قبول ندادید. بذار امام زمان بپسنده. یعنی چی بعضی از این حرفا رو زدن؟ کجا اهل بیت به ما اجازه دادن ما حرفامونو درست کنیم؟ طرف میاد سیویل میذاره تا اینجا. تو علی دوست داری؟ امیرالمؤمنین فرمود اگر برای دوستانم سخت نبود میگفتم بکنن. طرف میاد آقا تمام قیافه ناسبی، قیافه صوفی رو به خودش میگیره. میدونید شما بچه های امرد زیبارو رو، یه فرقه ای از صوفیه هستن به نام ملامتیه، الا ماشاءالله هستن. چی کار میکنن اینا؟ مهتابی میخورن، میخ میخورن، کسافت خودشونو میخورن، خیلی از کارا دیگه میکنن که نمیتونم بگم. میگن هرچی مردم به ما فوش بدن ما مقاممون پیش خدا میره بالا، هرچی مردم ملامتمون کنن ما مقاممون میره بالا. بعد اینا یه بچه های زیباروی رو میگیرن برای خیلی از کارا، بهشون میگن قلندر. اینا رو چیکار میکنن؟ یه حلقه تو گوششون میکنن. چرا باید تو هیئت‌های ما این باب بشه بیان حلقه تو گوش؟ آقا من غلام حلقه به گوش علی ام. تو بر قبر پدرت خندیدی؟ کجا شاگردان اهل بیت این کارا رو میکردن؟ ببین دشمن داره تیکه تیکه میکنه. اول خزعبلات صوفیه رو تو هیئت‌های ما وارد میکنه، بعد از اینکه تو هیئت‌ها وارد شد انگ صوفیه میزنه، بچه هیئتی‌ها رو داره از هم فاصله میندازه. کار به جایی میرسه که امام صادق فرمود آب دهن تو صورت هم میندازیم. به حضرت عباس، هم من علی رو دوست دارم هم شماها، به خدا هم من از عمر بدم میاد هم شماها. نه من میتونم به تو بگم کافر، نه تو میتونی به من بگی کافر. بیایید با هم دیگه گفتمان داشته باشیم، اونی که مرزی اهل بیت رو عمل کنیم و نذاریم دشمن سوء استفاده کنه از شکافی که بین بچه هیئتی‌ها افتاده.